افعال رو در این قسمت داره و وقتی که اینا رو بخونه ترجمه بکنه میتونه تصاویر مورد نظر رو به اون وصل بکنه. arrivals، arrivals به معنی رسیدن. میتونیم برای گزینه سوم استفاده بکنیم arrival معنی رسیدن. baggage drop off برداشتن وسایل، baggage drop off برداشتن وسایل و ابزار. baggage reclaim گذاشتن بسلا وسایل برای اسکن شدن، برای چک شدن. چک این، بخش چک این شما رو بسلا چک میکنه که با مثلا نام تخلص شما چی هست و از قبلا رزرو شدین یا نه. میتونیم برای شما دهم استفاده بکنین. کاستومز بخش بسلا امور مشتریان هست. در قسمت تصویر نهم میتونید معلومات بگیرین، مثلا پاسپورت بلیت بگیرین و این موضوعات. departures موضوع مثلا لغت بعدی که داریم. departure یعنی مثلا بلند شدن، ترک کردن. بعد gates داریم، gate درب ورودی، به اصطلاح درهای رفت و آمد، gate. لغت بعدی lift داریم، آسانسور، به اصطلاح بالا بردن آسانسور. و لغت بعدی passport control داریم که کنترل پاسپورت رو کنترل میکنه. و بعد از او به اصطلاح ما ترمینال داریم، خود ترمینال یا قسمتی که مسافرین به اصطلاح منتظر پروازهای خود هستند یا میدان. و تویلتس داریم، به اصطلاح تویلت یا دستشویی. و بعد از او ما به اصطلاح لغتی که داریم ترولی هست. truly ان ای ابزار رو truly میگن. یک نوع وسیله ای هست، به اصطلاح یک نوع ابزار اتومبیل مانندی هست که شما میتونید توسط او وسایل و اجسام سنگینی رو که با خود دارین توسط از او میتونید به راحتی حمل بکنین. و این رو به انگلیسی truly به اصطلاح یا انمی ماشین برقی میگویند. Okay, so next what we have that is listen and check. گوش بکنین و چک بکنین. Then cover the words and look at the symbols. سپس لغت ها را بپوشونین و به سمبول ها نگاه بکنین. Remember the words and phrases. لغات و اصطلاحات رو بیاد داشته باشین یا به اصطلاح به خاطر داشته باشین. Okay. In the next part we have listening. Look at the three travelers in the picture. به سه مسافر در داخل تصویر نگاه بکنین. What do you think is؟ شما فکر میکنین که به اصطلاح او مرد یا او زن going to work abroad from an NGO non-governmental organization, going to see an ex-partner, going to do a photo shoot in an exciting place. شما مثلا به نظر شما کدام شخص مثلا میره که در خارج همراه با مثلا کار بکنه در یک مؤسسه NGO یا non-governmental organization، یک مؤسسه به اصطلاح خصوصی. going to see an ex partner به اصطلاح یک پارتنر به اصطلاح قبلی رو مایه ملاقات بکنه، یعنی شخصی که با او قبلا به اصطلاح رابطه داشتن و از هم جدا شدن دوباره بر دیدن از او میره. going to do a photo shoot in an exciting place، یعنی که میره در یک جای به اصطلاح خیلی خوب
عکس بگیره. So what are their plans؟ برنامه های اونها چیه؟ What are their dreams؟ آرزوهای اونها چیه؟ Here we have Matthew, Olivia and we have Lily. So we spent the morning in departures last week asking people about their travel plans. ما در بخش به اصطلاح دپارچر یا جایی که به اصطلاح هواپیما از قسمت بلند میشه یا مسافرین منتظر پروازهای خود هستن، میگه با اونجی ما یک صبح در اونجا گذراندیم و همراه اشخاصی که به اصطلاح قصد سفر داشتن در حتی پلانهای اونا سوال پرسیدیم. B. Listen and check your answers to A. حالا گوش بکنین و پاسخار خود در قسمت اول چک بکنین. Then listen again and complete the chart. سپس دوباره گوش بکنین و چارت رو تکمیل بکنین در رابطه با اولیویا، ماتیو و لیلی. Where to؟ کجا میرن؟ Why؟ چرا؟ Other information هم در این قسمت نوشته میکنیم به ایمی میوال از هر سه شخص رو. Okay؟ So after that، بعد از اون part 3 we have grammar، بخش گرامر شما در part 3 be going to plans and predications. استفاده کردن از be going to برای بیان پلان‌ها و predications پیشبینی‌ها. Look at these sentences from the airport interviews and complete the gaps with a form of be going to plus verb. Then listen and check. نگاه بکنین به جملات از بخش میدان هوایی یا مکالمه‌ای که در میدان هوایی به اصطلاح انجام شد و تکمیل بکنین جای خالی ها رو همراه با یک فرم از be going to plus verb به اصطلاح با حالتی که اول be going to بعد از اون فعل قرار بگیره. سپس به لسنینگ گوش بکنین و جای خالی ها رو تکمیل بکنین. اوکی. Now what you have to do، کاری که شما در این قسمت انجام میدین. Okay, we have some blanks in here and according to the interview you have to complete it. English to young children. چه کسی قراره بره انگلیسی یاد بده به مثلا بچه های جوان، اطفال جوان؟ جای خالی ها رو با توجه به اینترویو لسنینگی که در این پارت ما داریم شما میتونین پلان های از اونها رو در این قسمت تکمیل بکنن. How long therefore، بس چه مدت به اونجا مثلا باقی میمونه یا اقامه میکنه؟ It's winter in Australia now, so quite cold. در استرالیا هوا کاملا مثلا زمستان هست کاملا و هوا کاملا چطور هست؟ سرد هست. موضوع به این منوال کار میکنن. You at the airport، در میدان هوایی. I'm sure، من مطمئن هستم. A great time، یک اوقات خوبیر. به این منوال شما با توجه به اینترویو لغات و چیزی که اونجا دارین در جای خالی ها قرار میدیم، جملات تکمیل میشه. In pairs، به صورت جورهی، decide if sentence 1 up to 5 are plans or predications. تصمیم بگیرین که آیا جملات اول تا پنجم پلان یا برنامه هستن یا پردیکیشن یا به اصطلاح پیشبینی یا پیشگویی. About the future، در رابطه با آینده. Write PL for plan or PR for predication. و PL بنویسیم برای جملاتی که پلان هست و PR بنویسیم برای جملاتی که پردیکیشن هست. Okay. Now in part C you have communication. In part C you have grammar, and we have to go to page 130. And in part of grammar bank, let's see what we have about the going to and how we can make sentences by the using of be plus or be going to plus verb. Okay, so we have to
do the exercises of Unit 3, Lesson A. Learn more about be going to and practice it. بیشتر در رابطه با زمان آینده یا be going to یاد بگیرین و اور تمرین بکنین. Okay, so let's go to page 130 به صفحه 130 کتاب میرین. Okay, so here we are in page 130 صفحه 130 کتاب شما هستن. And what we have here about the unit 3, unit 7 and lesson A, be going to. درس اول, be going to. Okay, 1. I'm going to work for an NGO. من به اصطلاح قراره که برم و کار بکنم برای یک شرکت یا یک مؤسسه خصوصی. He is going to meet me at the airport. او قراره که من در میدان هوایی ملاقات بکنم. I'm sure England are going to lose tomorrow. من مطمئن هستم که انگلند فردا می بازه. It's going to rain tonight. امشب به اصطلاح هوا بارانی خواهد بود یا باران خواهد بارید. Okay, see, use be going to plus infinitive to talk about future plans or intentions. شما از be going to استفاده بکنین. بعد از be going to حالت infinitive یا ing فرم فعل رو قرار بدین تا اینکه به اصطلاح بیان بکنین یا صحبت بکنین در رابطه با زمان آینده, پلان هایی که در زمان آینده دارن. We use be going to plus infinitive to make a prediction when we know or can see that something is going to happen. ما از be going to استفاده میکنیم و به تعقیب از او infinitive تا به اصطلاح یک پیشبینی بسازیم, یک پیشبینی بکنیم, و وقتی که ما میفهمیم و یا میتونیم یک چیزی که قرار اتفاق بیفته ببینیم. It's winter there, so it's going to be cold. در اونجا به صدا زمستان هست و هوا هم خنک خواهد بود. Look at that car. به آن موتر نگاه کن. It's going to crash. آن موتر به صدا صدمه میبینه یا به صدا به یک جای برخورد میکنه. So, here we have the pronouns I, you, we, they and he, she, it. Okay? I'm going to, you are going to, we are going to, they are going to, in positive form. He is going to, she is going to, it is going to, for work and NGO. One, I'm not going to,